نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی سه‌شنبه شب مطابق با 15 روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از اتهام‌هایی که به امام حسن مجتبی علیه السلام در رابطه با ازدواج‌ها و طلاق‌های مکرر ایشان در تاریخ و برخی از روایات نقل شده فرمودند، در این رابطه اگرچه روایتی در اصول کافی نقل شده اما حتماً از باب تقیه بوده است، یعنی قرائن تقیه متوفر در آن است، لذا حمله بر خلاف ظاهر می شود. معظم الله در رابطه با برخی ادعاهایی که گفته شده، مردم هم مشتاق بودند که دختران خود را به ازدواج امام حسن مجتبی علیه السلام در بیاورند، فرمودند این نوع گفته ها توجیه و خلاف ظاهر است و اگر واقعیت داشت کشف می شد، چرا که اگر حتی یک انسان عادی هم چند همسر اختیار کند و آنها را طلاق بدهد به این صفت مشهور می شود. حال اگر این اقدام توسط امام حسن مجتبی سبط اکبر پیامبر اکرم و فرزند امیرالمومنین صورت می گرفت، در حالی که دشمنان فراوانی هم داشتند قطعاً به این صفت مشهور می شدند، در حالی که این گونه نبوده است. ایشان در ادامه تأکید فرمودند تمامی این اتهام ها توسط معاویه ساخته شده و اگر از امام معصوم علیه السلام هم مطلبی در این زمینه نقش شده باشد، باید بگوییم که تقیه است، همانند موارد دیگری که معصومین علیه السلام تقیه کردند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. وجه تقیه وجهش این است که لوکال لبان اگر راستی همچی چیزی بود، نه فقط یه نفر نقل میکرد و توی روایت میمد، معروف میشد. لازم ها، چون اون وقتا اگر یه روایت داره که نظائرم داره، اومد به حضرت از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، قبل از که حضرت جواب بدن گفت ابن ابی لیلا مسکه فلان جور جواب این مسئله رو داده، تا اینو گفت حضرت فرمودن اما ابن ابی لیلا فلا تفکر بر رده. یعنی ببینید خود این که مخالف قاضی عامه یه چیزی بگه این مشکل ساز بوده. چون اگر راستی امام حسن صلوات الله علیه مطلق بودن، یه چیزی نبود که یه نفر دو نفر نقل کنن، معروف میشد. میگم یه آدم عادی اگه مطلق باشه معروف میشه، وقتی یه آدم معروف مثل امام حسن مجتبی معروف نمیشه. همین قرینه است برای اینکه این اینجوری نبوده. نه، یه دونه روایت اینجور که من تو کافی یه دونه روایت داره. نه آخه موقت که طلاق نداره، عقد دائم. خب میدونم اگه این بشه که این بد نیست این کار، پس چرا حضرت امیر نهی کردن؟ چرا بد که نیست، چرا نکنن؟ پس این معلوم میشه که این نهی حضرت امیر درست دروغه، حضرت نهی نکردن.